بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام من و همکارانم در شبکه امام حسین علیه السلام رو پذیرفتم. با برنامه سرزمین عشق امشب هم مهمون خونه های شما عزیزان و خوبان و بینندگان فراپا قرص شبکه امام حسین هستیم. از بهشت روی زمین، از کربلای معلا، از کنار حرم باصفای آقای امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، این دو بزرگ مردی که فقط اسمشون لرزه‌ای در دل انسان به وجود میارن از عشق و شوق و محبت، که واقعا انسان چیزی جز شنیدن نام این دو بزرگوار نمیخواد بشنوه. قربون اسم آقای امام حسین و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام برم که فقط اسم این بزرگواران یک دنیا معرفت و معنا با خودش به همراه میاره و هر کسی که نام حسین رو بر او عرضه میکنیم و اسم حسین رو بر او میخوانیم، خود به خود واقعا میگم این رو، عشق رو در چشماش میبینیم که حلقه بزنه، چون نام حسین خود به خود سوزشی داره. به هر حال ما از کربلای معلا امشب مهمون خونه شما خوبان هستیم، مهمون خونه شما عزیزان و بینندگان شبکه امام حسین هستیم. افتخار این رو داریم که نوکر در خونه اهل بیت عصمت و طهارتیم و معارف اون بزرگواران رو خدمت شما ارائه میکنیم. الحمدلله که امشب میزبان کارشناس عزیز و ارجمندی هم هستیم که معرف حضور شما هست، جناب حجت الاسلام شیخ مهدی رفعتی، که از طرف شما و خودم خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و احترام و ادب دارم، در خدمت شما هستم. زنده باشید آقای رفعتی. اولا که ممنونم واقعا این شبها افتخار دادید، دعوت ما رو پذیرفتید، دعوت شبکه رو، و در خدمتتون از این بحث بسیار شیرین امام یگانه دوران رو در حقیقت داریم با هم صحبت میکنیم و در موردش بحث میکنیم، اینکه محبت امام و امام چطور میتونه راه هدایت و پاک کننده طینت و فطرت انسان ها باشه، و در حقیقت خدمتتون عرض بکنم چطور میتونه انسان رو کمک بکنه تا اون مسیر حقیقی و صحیح رو پیش بره، جای تشکر داره واقعا. طبق روال هر شب هم که مستحضر هستید ما عرض ادبی میکنیم خدمت آقا امام حسین علیه السلام، اجازه بدید امشب هم استفاده بکنیم از این فرصتی که دست داده و با صدای شما و همراهی بینندگان از انشاءالله سلامی و عرض ادبی داشته باشیم خدمت آقا امام حسین و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع الشهداء الصديقين الزاكيات الطيبات فيما تقتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب انشالله که قبول باشه از ما و شما این عرض ادب و احترامی که خدمت آقای امام حسین علیه السلام داشتیم. حقیقتاً چی بگم، واقعا آقای امام حسین علیه السلام این سید شهدا بر گردن تک تک ما حق داره. ما باید قدردان آقای امام حسین، شهدای کربلا، آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و این بزرگ مردان تاریخ باشیم. اینو بدون اغراق عرض میکنم خدمتتون، چرا که برای بقا و پابرجایی دین جدشون آقا رسول الله صلی الله علیه و آله از تمام وجود و از تمام داراییشون و از هر آنچه که داشتند گذشتند، حتی اون طفل شیرخواره علی اصغر. انشاءالله که خدا
به ما توفیق نزدیکی هرچه بیشتر به اهل بیت عصمت و طهارت رو بده و این نعمتی که به ما داده، نعمت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، به ما توفیق تشکر و سپاس حقیقی چه در گفتار و چه در کردار رو هم عنایت بکنه تا بیش از این نوکری و خادمی درگاه اهل بیت عصمت و طهارت رو با خودمون افتخارش رو هم بکنیم. حاجی رفعتی، ما بحث این شب هامون بسیار زیبا حول امامت گشت و خب بینندگان عزیز هم لطف داشتن، بسیار برای ما پیغام فرستادن، تشکر کردن، که ما هم متشکریم البته از بینندگان عزیز که واقعا پیگیری میکنن این مباحث رو. بحث راجع به حدیث آقای امام رضا علیه السلام در مورد امامت و اهمیت امام هستش. امشب انشاءالله چه مطلبی رو از کلام آقای امام رضا علیه السلام میشنویم از زبان شما و استفاده میکنیم؟ در خدمتتون هستم. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین و اللعن على اعدائه مجمعین الى یوم الدین. ما در گذشته به این مطلب اشاره کردیم که امام رضا علیه السلام امام رو تشبیه به آب فرمودن که الامام الماء العذب على الظماء، آب گوارایی هست برای انسان تشنه. و تو قرآن کریم اوصافی، ویژگی هایی برای آب بیان شده که با دقت در اونها انسان بیشتر میتونه با کارایی و آثار و فواید آب آشنا بشه و بعد به تناسب و با این تشبیه امام رضا علیه السلام با آثار ولایت اهل بیت علیه السلام بیشتر انس بگیره و با اونها آشنا بشه. آب یکی از ویژگی هایش که در قرآن آمده است اینه که مطهر است، طاهر است. خدای متعال می فرماید که ما از آسمان آب رو برای شما فرستادیم، لیطهرکم به، تا اینکه شما رو پاک کنه. آب پاک کننده است. خدای متعال آب رو هم پاک قرار داده هم پاک کننده قرار داده، که در برخی از جلسات گذشته ما در این زمینه صحبت کردیم و عرض شد که چگونه وجود اهل بیت علیهم السلام انسان رو از لوس آلودگی ها پاک میکنه و محبت اهل بیت علیهم السلام چگونه میتونه سبب مغفرت و بخشوده شدن گناهان انسان باشه، که به تفصیل در بعضی از جلسات گذشته این بحث رو با هم داشتیم. اثر دیگری که در قرآن بیان شده است نسبت به آب این هست، تو همین آیه که لیطهرکم به و یذهب عنکم رجس الشیطان، پلیدی شیطان رو از شما دور میکنه. که به وسیله آب انسان وضو میگیره، بدنش طاهر میشه، هم از لحاظ ظاهری آلودگی ها رو از بین میبره و هم از لحاظ معنوی. در جریان بدر و اون رویارویی بین مسلمان ها و کفار، شک و تردیدهایی، ترس و دودلی در دل مؤمنین ایجاد شده بود. وسوسه شیطان بود که شما در برابر اونها کاری نمیتونید انجام بدید، شما یک سوم از جمعیت تعداد دشمنان هستید. باران بارید و این باران باعث آرامش و قوت دل اونها شد و اون تردیدها و وسوسه های شیطانی رو از اونها دور کرد. همونطور که وضو و غسل هم پلیدی های معنوی رو از دل انسان پاک میکنه، ولایت اهل بیت، محبت اهل بیت علیه السلام هم چنین اثر ارزشمندی رو در خودش داره. ببینید، به عنوان مقدمه عرض بکنم برای که این مطلب رو مقدار بیشتر بهش برسیم که چگونه ولایت اهل بیت انسان رو در یک حصن حسین، در یک پناهگاه مستحکمی از تیررس شیطان قرار میده. یه مقدمه ای رو عرض بکنم و اون این که ما انسان ها هممون همیشه در معرض انواع بلاها و خطرات مادی و معنوی قرار داریم. بله. و هیچ گریزی هم از اونها نیست.
همه ما انسان‌ها در معرض انواع بیماری‌ها، انواع خطرات وجود داریم. طبیعی هم هست. به اندازه سلول‌هایی که تو بدن ما هست، که میلیاردها سلول هست، بله، به همون اندازه هم خطر وجود داره. امکان خطر وجود. بله. چطور؟ یعنی این که امکان داره یک سلول مثلا رشد بی رویه داشته باشه. یه دونه سلول از اون روند طبیعی خودش خارج بشه. نه. که واقعا برای خداشناسی بافت یک سلول رو انسان بیاد بررسی بکنه کافیه. عجایبی که خدای متعال تو وجود انسان قرار داده لا تعد و لا تحصا. عجیبه. یه شخصی به امیرالمومنین علیه السلام گفت که عرضه داشت که عجیبترین مخلوق خدا چی؟ مولا علی علیه السلام فرمودن اعجب لهذا الانسان، از همین انسان عجیبتر میخوای؟ ینظر به شحم، با دو تا تیکه چربی داره میبینه. بله. امروز میگن عملیات دید خیلی عملیات پیشرفته و بسیار بسیار دقیقی هست. با هر نگاه چند میلیون سلول عصبی به حرکت در میاد تا اینکه انسان یک صحنه ای رو در رنگ اصلی خودش و در حجم واقعی خودش ببینه. خیلی راحت در دو قطعه چربی خدای متعال قرار داده. یکی از چشم پزشکا خودش برای من میگفت که بیش از 16 تخصص در چشم پزشکی ما داریم. شاید خاص باشه این در علم پزشکی که 16 نوع تخصص در چشم. بله، در چشم هست. که خود ایشون تخصصش در عصب چشم بود. یکی از مثلا دکترهای خیلی معروفه در تهران بودشون. گفتم که شما از تخصص خودت برای من چند دقیقه بگو من چیزی یاد بگیرم. میگفت که من متخصص ترمیم عصب انتهای چشم هستم. بعدشون میگفت که در یک حجم بسیار کم، 1.5 میلیون، 1.5 میلیون 1200 یا 1.2 میلیون، بله 1.2 میلیون عصب وجود داره. بله. در یک در یک در قطر در یک رگی در بله. یک عصبی به قطر 1.5 میل 1.2 میلیون، بله 1.2 میلیون رشته عصبی از اونجا عبور میکنه و انتقال میده به مغز. بله. اون چرا که دیده. بعد خیلی تعجب کردم، گفتم مثلا 1.2 میلیون رشته عصبی در 1.5 میل عبور میکنه. گفت آقا این عجیبش نیست، عجیبش اینجاست که الان برات میگم. هر کدام از این رشته های عصبی در یک غلافی هستن. به. در یک غلافی هستن که بسیار بسیار ظریف و دقیق هست که اگر اون غلاف آسیب ببینه بله. و این رشته های عصبی به هم بخوره، عملیات دید به مشکل میخوره و هر کدام از این رشته ها پس بنابراین در یک محفظه خاص، یک روکش خاص بله هستن. و گفت تخصص من ترمیم همین بخش از عصب چشم هستش. به هر حال عجایبه دیگه. بله. عجایبه واقعا. قدرت خدا. چگونه میشه در خدا شک کرد با این عجایبی که برای انسان خلق کرده؟ من خیلی گاهی با خودم فکر میکنم چطور خدا رو انکار میکنن، چطور واقعا چطور میشه خدا رو انکار کرد با این عظمتی که داره، با این خلقی که آفریده، با این خودنمایی که خدای متعال در خلق خودش انجام داده، عظمت و قدرت خودش رو نشون داده. خیلی هنر میخواد واقعا. خیلی تعبیر دیگه ای داشته باشم، خیلی بی انصافی میخواد آدم خدا رو منکر بشه با عجایبی که پیرامون خودش میبینه. مگر میتونه این طبیعتی که از خودش شعوری و درکی نداره این همه شعور و این همه زیبایی و این همه عجایب خلق بکنه؟ فرمودن چشم عجب لهذا الانسان، ینظر به شحم و یسمع به عظم، با چند تا تیکه استخوان میشنوه که مهمترین عضو شنوایی انسان در گوش میانی چند تا تیکه استخوانه. و این هم باز از کرامات و معجزات کلام امیرالمؤمنین هست که اون زمان پیشگویی کرده. بله اون زمان علمی نبود، چیز نبود که باز بکنن، باز کنن تشریح استخوان، بدون که از این استخوان اصلا احسنت آناتومی گوش و اینها اون زمان مطرح نبود، اشعه و این بحث ها نبود.
امیرالمومنین فرمودن با استخوان میشنوه که الان کاملا اینها اثبات شده به روشنی توضیح داده شده، استخوان رکابی، استخوان عدسی و استخوان چکشی، اینها به گونه خیلی با ظرافت بر هم میخورن و صدا ایجاد میکنن و از اون استخوان رکابی که انتهای اون مثل رکاب اسب هست و سلسله اعصاب به حوزچه میانی و بعد هم مراحل دیگه چون ما سه تا گوش داریم. درست. با چند تا که استخوان میشنوه و یتکلمو بلحم، بله که همین زبان هست، زبان آدم خیلی عجیبه ها، اون چی که در ضمیر خودش داره، اون چی که در نیتش داره به زبون میگه و گفتگو ایجاد میشه و کلام شکل میگیره برقرار میشه. بله. اون چی در دل و ذهنم میگذره برای شما بیان میکنم، شما همینطور برای من بیان درست. میکنید. نه همش عجائبه و میگم آدم نیاز نیست اصلا از وجود خودش بیرون بره. همین سلول ها هر کدام یک دنیایی دارن، حالا گاهی این سلول یه رشد بی‌رویه‌ای داره و گاهی خدایی نکرده سلول های همجوار خودش رو هم میبلعه و اونها رو به هر حال در خودش ادغام میکنه و اونجاست که مثلا یک غده بدخیمی شکل میگیره و آسیبه و یک خطر جدی هست که پناه به خدا میبریم از این خطر. در بقیه ارگان های بدن هم همینطور هستش. کبد 500 تا کار میکنه، مهمترین عضو بدن انسان کبده که 500 تا از کارایی هاشو تا به امروز به هر حال علم کشف کرده که 500 تا کار میکنه و کبد تنها عضویه که هنوز بشر نتونسته مانند اون درست بکنه و جایگزینی هم نداره. حالا بحث پیوندگی اشتباه نکنم پالایشگاه و تصفیه خونه خون هستش دیگه، حالا به اضافه کلیه ها. بله اون بسیاری از سموم در کبد درسته همینطوره، ولی تصفیه خون بیشتر کار کلیه هست و اونم فوق العاده حساسه. بله. سه مرتبه خون رو تصفیه میکنه، خون بدن انسان رو سه مرتبه تصفیه میکنه و خیلی هم حساسه، اصلا به اندک بهانه ای کارشو تعطیل میکنه. عجب. خیلی حساسه. حالا کبد خیلی قوی تر هست و البته خودش رو ترمیم میکنه و به این زودی آثار مخربی از خودشونشون نمیده و اما کلیه نه، خیلی حساس هست، گاهی به یک بهانه کار رو تعطیل میکنه و شخص باید بره سراغ دیالیز و این مسئله. نه خطرات دیگه واقعا هیچ کسی نمیتونه بگه من مسئولم از این خطرات. نسبت به بقیه امور هم همینطور، در حوادثی که پیرامون خود انسان اتفاق میفته همینطور این حوادث وجود داره. از لحاظ مادی اطراف انسان مملو از این حوادث است. این در بخش مادی. در امور معنوی هم همینطوره. امور معنوی هم انسان در معرض هزارها بیماری معنوی قرار داره. یعنی در معرض دروغ هست، در معرض غیبت هست، در معرض ریا هست، در معرض تکبر و حسد هست، در معرض آز و زیاده خواهی هست. بله. کم نیستن اینا، اینا بلاهای اینها اتفاقا بلاهاش بیشتر از بلاهای جسمیه، یعنی دردش خیلی بیشتره. بنابراین الان اینکه انسان گاهی دردش رو احساس نمی‌کنه، بلاها و دردهای جسمی خوبیش اینه که فقط خود شخص بله، رو درگیر خود شخص میکنه درگیر میکنه و بعدم یه علامتی از خودش نشون میده. درست. یه بروزی از خودش داره، طرف میره دنبالش درمانش میکنه. درمان. ولی تکبر رو آدم اگه دنبال نباشه که بینه آیا واقعا مغروره، مغرور نیست، تکبر داره، تکبر نداره، باش سر میکنه، یه عمری گرفتار غرور خودش هم نمیده و به جامعه هم آسیب میرسونه. حالا غیر از این که اگه تو بیماری های در حقیقت مادی اگر باشه فقط خود شخص نهایتش آسیب ببینه، ولی واقعا آز، هرس، طمع، دروغ، کبر، ریا، اینا همه جامعه و دیگر مردم شاید بیگناه رو هم تحت تاثیر قرار بده و همه به آتیش این شخص حالا بسوزن و به خاطر هر کدام از این بیماری های معنوی به تنهایی کافیه که انسان رو ته دره سقوط بیندازه. پناه بخواد. آدمو بیچاره کنه. بله. یه طمعش انسانو بیچاره. بله. یه هرسش همینطوره. یه خشم بیجاش. مگر شیطان نبود با یک تکبر؟ بله، با یک تکبر. و اتفاقا پاک کردن دل از اونها بسیار بسیار دشوارتر. بله. از بیماری‌های ظاهری هستش.
علامه شیخ محمد حسین اصفهانی، بسیار انسان بزرگواری بوده ایشون و استاد معروفی هست، کتاب‌های معروفی در اصول داره ایشون و البته در شعر برای اهل بیت علیهم السلام هم همینطور. ایشون میگه من تازه آمده بودم نجف و اینطور قصه شون که چند تا از طلبه ها میبینن که داره سیب زمینی جمع میکنه از کف زمین، کیسهش پاره شده، خودش رفته بوده بازار خرید کرده بوده، داشته میرفته خانه، کیسه پاره شده بود و سیب زمینی پیازا پخش زمین شده بود. آره این طلبه ها رفتن کمکش رو داشتن جمع میکردن، استادم داشت گوشه عباش میریخت اینا رو. بعد دیدن داره میخنده، گفتن آقا برای چی میخندی؟ گفت که من تازه از ایران آمده بودم نجف، آمده بودم نجف و یه تسبیح خوشگلی داشتم، یه تسبیح قشنگی، دونه های عقیقی داشت، کنار زری امیرالمومنین داشتم ذکر میگفتم، یه وقت این نخ تسبیح پاره شد، نخ تسبیح پاره شد، دونه ها پخش شد، دونه ها پخش شد، خواستم دولاشم بشینم جمع کنم، گفتم آش محمد حسین تو با این شخصیت و با این مقام ولش کن، سرتو بنداز پایین برو. بعد دیدم که نه خوب جالب نیست، حالا تسبیح خودم پاره شده، باید بشینم جمعش کنم، چیکار کنم، بشینم نشینم، یه شکی داشتم. آره نشستم جمعش کردم ولی خیلی به من برخورد که دلا شدم، به خاطر شدم. مثلا جمع کردم، بعد یه دفعه به خودم آمدم، گفتم آش محمد حسین چه خبره؟ میگه چیه، حالا دو کلمه درس خوندی؟ عرض به محضر شما این که بگه کجا رو گرفتی؟ چه خبره؟ میگه اونجا بود تازه فهمیدم که من چقدر مغرورم، خودم خبر نداشتم. حالا اینجوری این صفات رذائل نفسانی، این خودش هم نمیدونه که آدم توجه بهش نداره تا اینکه قصه ای پیش بیاد، حکایتی پیش بیاد، یا اینکه انسان تمرکز کنه، محاسبه نفس کنه، این حرفی که من زدم چرا این حرفو گفتم، ریشش چیه؟ اون حسوده، آدم گرفتار حسده، حرفو زده از رو حسد زده، تازه متوجه میشه حسد داره. میگه فهمیدم که به هر حال خودم رو خیلی بزرگ میبینم، اینطورم نباید باشه، باید با این غرورم مبارزه کنم. 40 سال کنار حرم امیرالمومنین دارم کار میکنم رو نفسم که از اون غرور نجات پیدا کنم. تا الان کیسه که پاره شد داشتم سیب زمینی ها رو جمع میکردم، البته دیگه ایشون در اوج عظمت علمی و به اصطلاح استاد برتر حوزه علمیه بودن و اینها، گفت الان دوباره یه سری به نفسه زدم، یه احوالی ازش پرسیدم، اینم که من رو آیا آزار میده یا نه، دیدم خدا رو شکر نه، خدا رو شکر نه، یاش محمد حسین مردم دارن میبینن تو رو، دولا شدی نشستی رو زمین، سیب زمینی و پیاز زمینی جمع میکنی، دیدم نه عذیت هم نمیده. 40 سال کار کرده، 40 سال تلاش کرد. آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه آدم خیلی خلوقی بود، خیلی نقل میکنن که آدم بسیار بسیار خوش اخلاقی بوده ایشون. یه روزی سر درسشون، سر کلاس درس، یه کسی یه اشکالی میکنه، اشکال آبکی بوده، اشکال سستی بوده، ایشون جواب میده، دوباره او اعتراض میکنه، جواب میده، سه باره اشکال میکنه. آقای بروجردی به ایشون میفرمایند که خب برو بخون، برو بخون مطلب و برو بررسی کن، بعد اشکال کن. اشکالش هم واقعا اشکال بی خودی بود. یکی از ویژگی های دروس حوزه اینه که شاگرد با استاد خیلی راحت. درست. گاهی تو درس هایی که 500 نفر 1000 نفر هم شاگرد نشسته، شاگرد این حق رو در خودش میبینه که با صدای رسا بله اعتراض میکنه، اشکال میکنه، این اشکال و جواب و این رد و بدل این بحث هایی که از زیبایی های خصیصه های اون جمعه حوزه هست، یکی از ویژگی های قشنگ درس های حوزوی هست که از یه نشاط خاصی برخوردار این درس. بعد میبینن که آقای بروجردی مقدار سکوت کرد و یه حال خاصی گرفت و بعد به زحمت درس رو تمام کرد و شب ایشون میگه که آقا دلشکه من رو آماده کنید، دلشکه رو میخوام برم دیدن همون طلبه. سوار میشن اون زمان و میرن در خونه اون طلبه، اون تعجب میکنه آقا شما برای چی اومدید اینجا؟ من آمدم ازت عذرخواهی کنم، من نباید این حرف رو به تو میزدم.
همین که گفته خب برو درس بخون، بیشتر بخون و بعد مطلب برو مطالعه کن. آخه آره چیز بعدی هم نگفته، توهینش هم نگرد. بله نه، نصیحت کرد. آره برو بخون. من اومدم از تو عذرخواهی کنم، آقا اصلا نیاز به عذرخواهی نداره، به جا گفتید، به حق گفتید. چند بارم من اعتراض کرده بودم. بعد آقای برو جدی گوشش آورده بود کنار، مثلا دهانش آورده بود کنار گوشه این طلبه، گفته بود که ببین فلانی، البته به خاطر این کاری که امروز کردم خیلی کار بر خودم سنگین شد، 40 روز باید روزه بگیرم. آقا چرا، برای چی 40 روز روزه بگیری؟ آخه من نذر کردم که هیچ وقت عصبانی نشم، هیچ وقت عصبانی نشم. خشم بله. خشم بی جهتی نداشته باشم. البته خشم و عصبانیت برای خودمون مقدسه، اما نه برای غیره، برای امور عادی غضب نکنم، خشم نکنم. چون آدم وقتی غضب میکنه واقعا اختیار دیگه دست خودش نیست، شیطان میگه ظاهرا، یکی میگه شیطان وقتی که تو غضب میکنی مهار رو دست من میده، دست من میده. درست، حرفایی که آدم اون لحظه میزنه مال خودش نیست. فیلم آدم رو وقت غضب بذارن میگه این من نیستم، یکی دیگه است. چقدر شرمنده میشه اصلا از اون رفتاری که در حین ناراحتی و غضب از خودش. و ایشون 40 روز روزه گرفت، 40 روز روزه گرفت، اینطوری با یک بیماری به نام خشم مبارزه کرد. اینطور مبارزه میکردن، واقعا سخته اینا. خب ما در معرض انواع این بیماری ها هستیم و بسیار بسیار مهلکن، بسیار مهلکن. هر یکی از دیگری مهلکتره. مثلا طمع و حسد کدوم مهلکترن؟ هر کدام از دیگری سختتر و آسیب زننده تر هستن. اگر انسان گرفتار طمع و زیاده خواهی شد هیچ وقت نمیتونه خدا رو شکر کنه، هیچ وقت. مثلا یکی از نشانه های طمع، اگر ما بخوایم ببینیم آیا طمع داریم یا نداریم، اینه که آدم طمع، آدمی که زیاده خواه هست، آدمی که قناعت نداره، هیچ وقت نمیتونه خدا رو شکر کنه. اصلا قدرت شکر کردن خدای متعال از او گرفته شده انگار، چون خدا رو عادل نمیبینه اصلا. بله. آدمی که بله. اینطور هست بله. میگه جایگاه من این نیست، من تو جایگاه خودم، خدای یه کاری یه جایی اشتباه شده و دائما شکایت میکنه به اون خواست خدا و اراده خدا. یه جایی از دستگاه تو یه نقصی داشته که من الان اینجا، من باید خیلی بالاتر از این باشم. اونا بیماری های مهلکیه. خب ببینید، برای نجات از حوادث مادی چیکار کنیم؟ برای نجات از حوادث معنوی و خطرهای معنوی چیکار کنیم؟ برای نجات از خطرات مادی به ما فرمودن که صدقه بدید، ذکر خدا رو داشته باشید، توکل بر خدای متعال داشته باشید. برای نجات از خطرها و آسیبهای معنوی هم خدا دستور داده. چیه دستور؟ از خطرها و آسیبهایی که از سوی شیطان میاد، از سوی هوای نفس میاد، فرمودن توسل به اهل بیت داشته باشید و واعتصموا بحبل الله جمیعا، سفت و محکم ریسمان مستحکم الهی رو بگیرید که اون ریسمان، ریسمان ولایت اهل بیت. چه کار کنیم که از تیررس شیطان و وسوسه های شیطان و آسیب هایی که از سوی شیطان میاد و هوای نفس نجات پیدا کنیم؟ و یذهب عنکم رجس شیطان، اون آب باعث شد که پلیدی شیطان از شما دور بشه. در روایت هست که آسمان در این آیه وجود نازنین پیغمبر اکرم بله. و آب امیر المومنین علیه السلام، سربت اهل بیت هم همه بله. حکم امیر المومنین بله. بله. این اثر رو داره، محبت اهل بیت، ولایت اهل بیت این اثر رو داره که انسان رو از تیررس شیطان دور میکنه. حالا چطور؟ چگونه؟ چطور آدمی که عاشق اهل بیته از این بلاها، از این خطرها، خطرهای معنوی، از این آسیب ها نجات پیدا میکنه؟ جا قبل از اینکه بریم و چطور و چگونگی این مبحث رو با هم بحث بکنیم و در حقیقت بیشتر ما استفاده بکنیم از بیانات شما، نامی از آقا رسول الله آورید، گفته که در این آیه مقصود از آسمان آقا رسول الله و مقصود از آب آقا امیر المومنین علی علیه السلام هستش. خب قربون نام این دو بزرگوار برم که نفس یکدیگر بودند و هرچه در فضل و
کرامت و شرافت این عزیزان بگیم کم گفتیم، ولی که میتونیم یک دعایی بکنیم همه با هم و به سفارش خود خدای عزوجل، و اون هم صلوات بر محمد و آل محمد هستش. یک میان برنامه ببینیم بعدش به ادامه بحث بازگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک میان برنامه ببینیم بعد به ادامه بحث برگردیم. امام یگانه دوران، امام علیه السلام چنین فرمودند: ای عبدالعزیز، مردم نمی دانند و در اندیشه و نظرشان فریب خوردند. خداوند هنگامی که پیامبرش را از دنیا برد، دینش را کامل کرده و قرآن را که روشنگر همه چیز است بر آن حضرت نازل کرده بود. در قرآن حلال، حرام، حدود، احکام و تمام آنچه که مردم به آن نیاز دارند بیان شده است، چرا که خداوند خود فرموده: ما در این کتاب هیچ چیزی را فروگذار نکردیم. در حجة الوداع که اواخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله بود، این آیه را نازل کرد: امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان شما پذیرفتم، و به راستی که امامت نشانه تمامیت دین است. نعمت تمام گشت به ابلاغ این پیام. آری، کمال دین به دوام ولایت است. پیامبر صلی الله علیه و آله از دنیا نرفت مگر اینکه نشانه های دین را برای امتش تبیین فرمود و راه را برایشان آشکار ساخت و آنان را در مسیر حق قرار داد و امیرالمؤمنین علی علیه السلام را به عنوان امام و راهنمای ایشان تعیین فرمود و تمام آنچرا که امت به آن نیاز داشت بیان کرد. بنابراین هر کس گمان کند خداوند دینش را کامل نکرده، در حقیقت کتاب خدا را رد کرده است، و هر کس کتاب خدا را رد کند کافر است. آیا مردم به قدر و ارزش امامت و موقعیت آن در بین امت آگاهند تا انتخاب آنان در آن مورد قابل قبول باشد؟ امامت قدرش بالاتر و شأنش بزرگتر، جایگاهش والاتر و کرانه‌هایش دورتر و عمقش ژرف‌تر از آن است که مردم با خرد خود به آن دست یابند، یا به آرا و عقاید خود آن را دریابند، یا بتوانند با انتخاب خود امامی برگزینند. امامت مقامی است که خداوند ابراهیم خلیل را در مرتبه سوم بعد از نبوت و خلت به آن اختصاص داد و به چنین فضیلتی مشرفش فرمود و با این مقام نامش را پر آوازه کرد و خطاب به او فرمود: ای ابراهیم، تو را به عنوان امام مردم برگزیدم. و ابراهیم علیه السلام با مسرت تمام عرض کرد: آیا از فرزندان و نسل من هم امامی برمی گزینی؟ خداوند فرمود: عهد من به ظالمین نمی رسد. و این آیه امامت هر ستمگری را تا روز قیامت باطل کرد و امامت ویژه خواص و پاکان شد. آنگاه خداوند با قرار دادن امامت در خاصان و پاکان نسل وی او را گرامی داشت و فرمود: و به او اسحاق و یعقوب را اضافه بر خواسته‌اش بخشیدیم و همگی آنان را از شایستگان قرار دادیم. آنان را امامانی مقرر داشتیم تا به امر ما هدایت کنند و انجام کارهای نیک و اقامه نماز و پرداخت زکات را به آنها وحی کردیم و آنان بندگان ما بودند. و امامت همواره در نسل حضرت ابراهیم علیه السلام بود و یکی پس از دیگری نسل به نسل آن را به ارث می بردن تا اینکه پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله وارث آن گردید و
و خداوند می فرماید سزاوارترین و شایسته ترین مردم در انتساب به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کرده و نیز این پیامبر و کسانی که ایمان آوردند از آنان می باشد و خداوند یاور مؤمنان است. خب خیلی ممنون از شما که تا الان پای گیرنده هاتون هستید و بیننده برنامه سرزمینش و متشکرم از همکاران خودم در پخش و تولید که میان برنامه ها رو آماده میکنن تا به سمع و نظر و دید شما عزیزان برسه. حاجا در خدمتون هستیم با این سوال که چطور میشه اهل بیت عصمت و طهارت کمکی باشند برای ما برای دور شدن و در امان موندن از رجس شیطان یا پلیدی شیطان در خدمت هست. بله، در واقع محبت اهل بیت، ولایت اهل بیت علیهم السلام کیمیای ارزشمندی هست که رذایل رو به فضائل تبدیل میکنه، زشتی ها و پلیدی ها رو به زیبایی های رفتاری و اون باورهای قشنگ تبدیل میکنه، چون در کنار ائمه معصومین علیهم السلام، در کنار این انوار پاک و مقدس و مطهر الهی، اون چه که هست بزرگواری، آقایی، کرم، خوبی و فضیلته. اصلا کسی که عاشق اهل بیته، کسی که شاگرد خوب اهل بیت هست، کسی که مستمسک به ولایت اهل بیت علیهم السلام هست، این ولایت اهل بیت، این محبت اهل بیت دور میکنه از او تمام تعلقات مادی رو، تمام آسیب ها و زشتی های معنوی رو از او دور میکنه. محال است عاشق اهل بیت، چون یک کیمیای ارزشمندی داره، یک گوهر نابی داره، یک کیمیایی هست که محبت اهل بیت به هر سنگی زده بشه تبدیل به طلا میشه، منقلب میکنه دل ها رو، و به حرص زده بشه تبدیل میشه به کرم و سخاوت و بزرگواری. عجیبه. به بخل زده بشه سخاوتمندی میشه، انقلاب ایجاد میکنه. این خاصیت ولایت اهل بیت، این خاصیت محبت اهل بیت علیهم السلام. به دل غافل زده بشه هوشیار میشه، به دلی که عاشق دنیا هست زده بشه عاشق آخرت میشه، آخرت محور میشه، نمونه خدا محور میشه. نمونه هاشم زیاد داشتیم در تاریخ که این اتفاقات براشون افتاده. بله، با یک نگاهشون، با یک نگاهشون عوض میشن. اهل بیت عجیبه، نگاهشون اصلا کیمیاییه، تا چه برسد به ولایتشون. بله، یه شخصی بود در یه شهری که همه سنی بودن شیعه شده بود. بله، معروفه در تاریخ. به اون میگفتن که چی شد که تو شیعه شدی؟ تو از کجا معارف شیعه رو پیدا کردی؟ گفت من رفته بودم سامر را، برای تفریح هم رفته بودم سامر را، از اون شهر که در ایران بود و مال زمان امام حسن عسکری علیه السلام. خب اون شهر همه سنی بودن. گفت من رفته بودم سامر را، میگفتن خوش آب و هواس، برم گشت و گذار. دیدم شهر شلوغه، گفتم چه خبره؟ گفتن امروز امام هادی علیه السلام رو متوکل احضار کرده و امروز میخواد رو بکشه. امروز قصد کشتن امام هادی رو داره، مردم ایستادن تماشا کنن. میگه من تعجب کردم، نمیشناختم امام هادی کی هست. گفتن از بچهای پیغمبره و اینها. گفتم وایسم ببینم چه خبره. میگه من در بین جمعیت ایستاده بودم، از دور دیدم آقای امام هادی رو آوردن. همین که نگاه هم به حضرت هادی علیه السلام افتاد، عاشق او شدم. دلی که پاک باشه با یک نگاه به ولی خدا، واقعا خیلی اینم خودش توفیق بزرگیه برای دلهای پاک، دیدن و رؤیت ائمه معصومین. خوشا به حال اونهایی که دیدن در زندگیشون، در حیاتشون، در خواب لااقل دیدن اهل بیت علیهم السلام رو. این هم خیلی زیباست، تو دعاها به ما یاد دادن اللهم ارزقنی رؤیته، خدایا دیدار امام زمان رو قسمت و روزی من کن، که زیباترین وجه هست که وجه الله هست، امام معصوم و تماشا داره اون چهره. گفت من از دور که دیدم نه یک دل صد دل عاشق او شدم. همطور که این نزدیک میشد میگفتم حیف خدا میدونه این آقای نورانی رو
بخوان بکشن. خدایا مباد که این آقا کشته بشه. بزرگواری قداست از چهره او میباره. میگه تو همین فکرها بودم تا اینکه رسید حضرت به من، موازی من شد. حضرت صورتشون رو برگردوندن، یه نگاهی به من کردن، فرمودن که با تبسم من، فرمودن قد استجاب الله دعاءک، الله خدا دعات مستجاب کرد، و طول الله عمرک، خدا عمرتو طولانی کرد، و کثر الله اموالک و اولادک. به این مزید میگه من یه دونه دعا کردم بر اون آقا، اونم تو دلم در جمع دشمنان و انبوه سپاه و لشکر تو دلم دعا کردم، حضرت چند تا دعا بر من کرد، چند سه تا دعا بر من کرد، گفت خدا عمرتو طولانی کرد. طولانی کرد نه که طولانی کند، نه تموم شد، خدا عمرتو طولانی کرد، مقدر شد عمرتو طولانی باشه، بچه های زیاد، اولاد زیادی هم به تو عطا میکنه و اموال فراوان به تو عطا میکنه. او به برکت دعای امام هادی علیه السلام اموال زیادی به من رسید، اولاد فرزندان ذکور زیادی خدا به من داد و از همون لحظه من مرید آقا شدم و ولایت حضرت تو دل من قرار گرفت. نگاهشون امام هادی علیه السلام، هادی هن دیگه، هدایتگرن، نیاز نیست صحبت کنه بگه آقا بیا شیعه شو بیا ایمان بیار. این که جانبالی فرمودید دل ما رو واقعا بردید جایی که خب دلمون میسوزه برای خودمون. خب الان آقا امام زمان رو که ما نمیتونیم ببینیم، نه که بگم ایشون قائبن، نه ایشون حاضرن و ناظرن، ما بی‌معرفتیم، ما کمکاری کردیم، ولی خب بازم اون موقع هم همون دشمنایی که وایساده بودن داشتن آقا رو می‌دیدن، حداقل آقا رو می‌دیدن. که ما که دیگه از اون دشمنا دیگه انشالله کمتر نیستیم. که من می‌خوام اینجا یه گریزی بزنیم مختصر، هرچند می‌دونم شاید از بحث مقدار خارج بشیم، ولی خب شما بحث دیدار امام رو و تأثیر دیدن امام رو بیرون کشید، من دلم نیامد راجع به دیدار آقا امام زمان، من خب ما چطور می‌تونیم آقا امام زمانمون رو ببینیم و استفاده بکنیم از اون برکاتی که فقط از دیدن روی آقا امام زمان میتونیم بهش برسیم و نصیبمون بشه استفاده بکنیم، چیکار بکنیم؟ اینطوری که فرمودن، به ما گفتن، دستور دادن، اگر کسی دنبال وظیفه باشه، دنبال وظیفه باشه، قطعا توفیقات زیادی برای او تو زندگی حاصل میشه. اینکه هر لحظه دنبال این باشه که ببینه مولایش امام زمان از او چی میخواد، تو این لحظه چه وظیفه‌ای داره. او به عنوان یک جوان تو دانشگاه هست، چه وظیفه‌ای داره؟ امام زمانش ازش چی میخواد؟ آیا فقط وظیفه‌اش این هست که گلیم خودش رو از آب بکشه نسبت به جوانهای هم نوع خودش، پیرامون خودش؟ وظیفه‌ای نداره. اگر ما دنبال انجام وظیفه باشیم و در راه رضای خدا و رضای ولی خدا قدم برداریم، قطعا مشمول لطف میشیم. حالا لطف او گاهی به دعایی است، گاهی به نظری است، گاهی به توفیقاتی هست که به خوبان عطا کرده و این در بسته نیست. مشاهده امام زمان ارواحنا له الفدا، این کمالی هست که برای خوبان محقق شده، خوبانی که در حق اونها کمترین شائبه دروغی وجود نداره، اونها به این کمالات رسیدن. علامه بحرالعلوم بود که قصه مفصلی داره، با امام عصر ارواحنا له الفدا همراه بود و ابتدا متوجه نبودن، عصا از دست او میفته، بعد از گفتگوهای مفصلی که داشت آقا عصا رو دست او میدن، دست آقا رو میگیر و میگه آخرین سوال، میگه بفرما سوال کن. میگه تو این دوران غیبت میشه امام زمان رو دید؟ حضرت تبسمی در چهرهش میکنن، میفرمان چرا نشه، در حالی که دست تو در دست امام زمان. الله، یه همچی توفیقاتی هم داشتن، یه همچی انسانایی بودن. به قول اون شاعر میگه همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. ما با چه اهدافی داریم زندگی میکنیم؟ همتمون چیه؟ ایدئال زندگیمون چیه؟
چیکار بکنیم، فردا کجا برسیم، بله. هفته بعد، سال بعد، سالهای بعد چیا میخواییم. و اونایی که رسیدن به این توفیقاتی که حضرت عالی اشاره فرمودید، اونا چی میخواستن و چی شد؟ این خواسته ها خیلی مهم. دنبال چی هستم؟ من دنبال نون و آبم، من دنبال نون و آبم، رزقی بخورم امشب سپری بشه فردا هم هر جور اومد. اومد از کجا اومد، چجور به دست آوردم مهم نباشه. اما یه ارتم هستن نه زندگی میکنن که به امام زمانشون نزدیک بشن، زندگی میکنن که با امام زمانشون باشن. یقیناً امام زمان هم با اوناست. حضرت به اون شخصی که زیاد مشرف شده بود محضرشون، حضرت به او فرموده بودن که اگر یه وقت ما رو نبینی چی میشه، یا یه هفته ما رو نبینی چی میشه. گفته بود که خب معلوم آقا، میمیرم اگه نبینمتون میمیرم. حضرت فرمودن که به خاطر همینم هست که میبینی. اینقدر وابسته شوقه، اینقدر شوقه. بله، شوق ما به چیه؟ بله، آیا واقعا ما اینطوری هستیم؟ بله، که اگر امام زمانمون رو نبینیم واقعا بدونیم که میبینیم قالب توهی میکنیم. من یه مطلبی میخوام عرض بکنم و الان تو صحبتهای شما واقعا این برام به این صورت مجسم میشه که اگر مسیر اهل بیت اسمت و طهارت رو یک ریل قطاری در نظر بگیریم، وقتی که قطار زندگیمون رو توی اون ریل قرار میدیم، خود به خود هدایت میشه و دونه به دونه تو مسیر قرار میگیره و به اون سرمنزل مقصود میرسه. ولی اگر خدای نکرده یک جا خطایی کردیم و از این ریل خارج شدیم، تمام رفتن اون مسیر ممکنه ازش منحرف بشیم و به پرتگاه و بیراهه بریم. خیلی مهمه که مرحله به مرحله تو زندگیمون رو اون ریل باشیم. هر لحظه شما ابتدای بس خیلی زیبا مطرح کردید که انواع خطرات مادی و معنوی ما رو فرا گرفته. هر کدوم از این خطرات ممکنه باعث بشه ما از ریل قرار گرفتن در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت جدا بشیم و منحرف بشیم. ولی یک چیزی هم هست که ما رو روی این ریل ثابت نگه میداره، اون ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هست. اون توجه به این هستش که من امامی دارم و باید پیرو او باشم. اون در حقیقت دل سپردن به امام هستش، اون ایمان به این هستش که این امام نجات دهنده و پاک کننده تو از هر گونه رکس و پلیدی هستش. اینه که باعث میشه در حقیقت ازم تو این ریل ثابت بمونه. نمیدونم درسته این رو اینطوری بگم یا نه، واقعا آدم روز به روز، ساعت به ساعت، ثانیه به ثانیه میبینه کرامات رو، میبینه اون لطف خدا رو. من اینطوری احساس میکنم که اگر تو مسیر باشه شخص و دل بده، واقعا دل بده، همه چیز رو لطف میبینه، همه چیز رو مرحمت خدا میبینه. همونطور که جناب در چند برنامه پیش هم فرمود که آقا امیرالمومنین علیه السلام فرموده بودن در سختی و خوشی خدا رو شکر میکنیم و همه رو نعمت از جانب خدا میبینیم. نمیتونیم مثل خود آقا امیرالمومنین و در اون رتبه و مرحله باشیم، ولی شبیه اون حضرت و در مسیر اون حضرت میتونیم باشیم و به این جایگاه برسیم که هر آنچه بر ما اتفاق میفته، چه از سختی چه از خوشی، همه رو شاکر باشیم و اونو در قالب نعمت ببینیم. چون واقعا فتنه ها و آزمایش هایی که خدا برای ما قرار میده، اونها هم اگر ازش سر بلند بیرون بیایم، باعث علو درجات و ارتقای رتبه ما نزد خدای عز و جل میشه. دقیقا همین هست، همین طور هست. و این اثر کیمیایی محبت اهل بیته، یعنی تنها ریسمان محکمی هست که خدای متعال از آسمان به زمین کشیده برای اینکه انسانها نجات پیدا بکنن. سعادت در گروه همین هست. و میزان در امان ماندن افراد بستگی به همین تمسکشون داره، و الا در برابر هیچ خطری انسان امن نیست. اشتباه آدم بگی که من در برابر دروغ، در برابر غیبت، در برابر زنا، در برابر شرک، حتی شرک به خدای متعال، من در امان هستم. نه نه، انسان هیچ در هیچ یک از اینها تضمینی نیست. در امان هر لحظه فقط تنها راه تمسکه، تنها راه توسله، تنها راه اینه که به این پاکان انسان یه جوری زلفشو گره بزن. و این هم نیاز به کار داره، نیاز به تلاش داره، با اونها بودن، با صادقین بودن.
چجوری میشه که انسان از خطا و گناه و معصیت و حق و ناس در امان میمونه؟ نگاه میکنه به سیره اونها ده. چقدر حساس بودن امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر تمام آسمان ها و زمین تمام دنیا رو به من بدید برای اینکه من در حق یه مورچه ظلم کنم، لو اعطونی الاقالیم السبع به ما تحت افلاکها علا ان اعصی الله فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلتو. برای اینکه در حق یه موریانه، در حق یه مورچه بخوام یه برگی رو، یک پوست جوی رو از دهان او بگیرم، به خدا قسم من علی نمیخوام، چنین نمیخوام. خیلی حرفه، خیلی بله. وقت ببینید کسی که عاشق این امیرالمؤمنین شد با این منطق و حق الناس خیلی حساس میره دیگه، مال یتیم بخوره میره دیگه، دزدی بکنه میره، ربا بخوره. واقعا واقعا آدم وقتی صحبت از اهل بیت عصمت و طهارت به میون میاد، وقتی صحبت از ائمه اطهار به میون میاد، خیلی من واقعا لذت میبرم. آقای رفعتی تو این شب ها ما داریم صحبت میکنیم، خیلی بحثمون رو هم کاربردی کردیم الحمدلله به لطف و عنایت آقای امام حسین علیه السلام، که فقط نیم بگیم که خب امام حسین این بود، امام علی این بود، نه واقعا باید بیایم بگیم خب الان وظیفه ما چیه. الان وظیفه من بزرگانیا که اینجا نشستم دارم برنامه رو اجرا میکنم چیه؟ اینه که حق مطلب رو تا جایی که میتونم ارائه بدم، تا جایی که میتونم تو روشن شدن موضوع سعی بکنم صحبتم رو جوری در حقیقت با کارشناس داشته باشم که مطلب واضح باشه، بیان بشه قشنگ برای بیننده. شما یک کارشناس به نحوه دیگه، این تو فضای خودمون، من اگر دانشجو باشم وظیفه من چیه؟ خب شما خوب زیبا فرمودید، وظیفه من اینه که خوب درسم رو بخونم، تقلب نکنم. اگر من معلم هستم فرق بین شاگردام نذارم، اگر من مکانیکم، اگر مکانیکم یه کسی یه بنده خدای ماشینش رو آورد یک پیچی فقط شل شده بود اون پیچو بستم، برنگردم بهش بگم که شما هزینه شد فلان قد قیمت و چون نمیفهمه طرف و پول اضافی ازش بگیرم. اگر من مدیر یک مؤسسه و مجموعه هستم به کارمندام زور نگم، اگر مثلا مشکلی براشون پیش اومد ازشون دستگیری بخوام. از اون طرف اگر من کارمند اون مؤسسه یا شرکت هستم، در ساعاتی که مدیر من بالا سر من نیست از کارم ندوستم. اگر ارباب رجوع میاد کارش رو به خاطر که امروز حوصله ندارم به فردا نندازم، و از این نمونه ها خیلی زیاده. اگر من نونوا هستم توی نون خودم زیاد جوش شیرین مثلا نریزم که زود این خمیر من آماده بشه، مهمم نباشه هر جور شده بدن دست مردم بره. اگر قصابم فقط دست آشناها گوشت خوب ندم، اون کسی غریب است میاد تو محل یک موش دنبه باهاش بذارم بهش بدم بفروشم بره. خیلی جالبه، من عذر میخوام بازم فرمایش شما رو قطع کردم، ولی میخوام یه مطلب رو اینجا عرض بکنم. خیلی وقتا پیش میاد که خیلی از ما به خاطر مشکلاتی که تو جامعه هست برمیگردیم فقط اون مسئولین و اون حالا افراد خیلی سطح بالای یک کشور یا یک منطقه یا یک حالا گروهی رو در حقیقت مورد انگشت اتهام رو به سمتشون اشاره میکنیم و میگیم که آقا شما چرا اینطوری کردی، شما باید این رفتار رو درسته و انجام میدادید و غیره. خب این درسته، او باید رفتار درست خودش رو انجام بده، او باید درست رفتار بکنه، باید درست حکومت بکنه، اون باید درست در حقیقت عدالت رو برقرار بکنه. ولی آیا خود من به این توجه کردم که جامعه تشکیل میشه از من، تو، او، افراد جامعه؟ ما اگر خودمون رو درست نکنیم، خودمون رو در حقیقت تزکیه نکنیم و کارمون رو درست انجام ندیم که شما فرمودید وظیفه‌مون رو درست انجام ندیم، چه انتظاری میتونیم داشته باشیم از این جامعه؟ حداقل وظیفه خودمون اینه که در مسیر اهل بیت اون چیزی که امر کردن رو انجام بدیم، واجبات رو انجام بدیم و از محرمات دوری بکنیم. بعد اگر به این مرحله رسیدیم، اون موقع است که حالا میتونیم بگیم که خب توقع داشته باشیم دیگران هم کار خودشون رو درست انجام بدن. هرچند در مقابل ظلم نباید ساکت ایستاد، نباید در حقیقت بی تفاوت بود، ولی این به این معنا نیست که من چشمم رو بر اشتباه و خطای خودم ببندم و فقط دیگران رو ملامت بکنم که چون تو اشتباه میکنی پس تمام جامعه ما به این نفع کشیده شده. من میخوام بگم که یک
تساوی در انجام کار صحیح بین همه افراد جامعه از بزرگ گرفته تا کوچک برقرار هستش و هیچ کس از این بین مستثنا نیست. فقط تنها تفاوتش اینه که کار اشتباه مثلا مصطفی بزرگانیه که توی یک جایگاه پایینی قرار داره، شاید تأثیرش یک نفر یا دو نفر باشه، ولی کسی که یک مسئولیت خیلی بزرگتری به عهده خودش داره، کار اشتباهش ممکنه 1 میلیون، 2 نفر، 2 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون گرفتار میشن، گرفتار بکنه. ولی کن همه موظفیم که به کار خودمون اونطور که وظیفمون هست عمل بکنیم. ببخشید من فرمایش شما رو قطع کردم، ولی واقعا خیلی زیبا فرمودید که چنگ زدن به ریسمان الهی و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت تنها راه نجات از پلیدی هاست که برای همه هم یک سال. بله، واقعا انسان حساس میشه نسبت به گناه در پرتو ولایت اهل بیت، چون یه نوری رو گرفته نمیخواد این نور رو از دست بده، به ظلمت تبدیلش بکنه، و همه گناه ها ظلمته. بله، ذات همه گناه ها و همه این رذائل ذاتش تاریکیه، ظلمته. اگر واقعا درک کرد، معرفت پیدا کرد به نور اهل بیت علیهم السلام، اصلا به خودش اجازه نمیده که دنبال ظلمت بره و کم کم میبینید که این جلا به رفتار او زده میشه، این کیمیا به سنگ زندگی او زده میشه و زندگی او رو تبدیل به طلا میکنه. و ما در تاریخ نمونه‌های زیادی میبینیم، هرچی افراد، باز تاکید میکنم، هرچی نزدیکتر بودن قشنگتر بودن. درست. صفوان ابن یحیی یکی از بهترین اصحاب امام صادق علیه السلام، خیلی شخصیت بزرگی، صفوان خیلی بزرگواره. این صفوان ابن یحیی از مدینه یک مرکبی رو کرایه کرده بود بیاد کوفه. یه نفر آمد پیشش گفت میری کوفه؟ گفت بله. گفت زن و بچه من اونجا، من خودم اینجا، تو هم آدم مطمئنی هستی؟ 2 دینار، 2 تا سکه طلا خواهم بدم به تو ببری برای زن و بچه‌م، می کارو انجام میدی؟ گفت بله. فقط یه خواهشی دارم، من برم اجازه بگیرم از این که مرکب رو ازش گرفتم. گفت اجازه برای چی؟ گفت آخه بار من رو که کشید، اون زمان اینجوری بود وقتی میخواستن کرایه بدن، بار طرف رو میکشیدن بر اساس همونم کرایه قرار میدادن. گفت بار منو که کشید این 2 دینار توش نبود، بذار برم بهش بگم راضی باش. چه حساسیتی؟ مگر وزن 2 دینار سکه طلا؟ 2 تا سکه طلا بوده دیگه، حالا یه مقدار از سکه های امروزی فرض کنید سنگین. بله. گفت وقتی بار من رو کشید این 2 دینار توش نبود، الان میخواد اضافه بشه، بذار حلالیت به طلبم بگم بهش اجازه بگیرم. چقدر حساسن، چقدر نسبت به حق و ناس اهمیت قائل. بله. از کجا رسیده به اینجا؟ این حساسیت از کجا پیدا کرده؟ اینا رو از کجا یاد گرفته؟ اصلا مکتب اهل بیت، مکتب اهل بیت درس گرفته، از اون کلاس درسایی که آقای امام صادق علیه السلام داشته واقعا. و هزاران شاگرد این چنینی دارن اهل بیت ها، اصحاب خوبی داشتن بعضی از اهل بیت علیهم السلام، و زندگی اونها هر کدوم سرمشقی برای ما است. حتی شاگردان ممکنه. شاگردان اونها مثلا مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، میگن ایشون از نجف میامده کربلا، این شخصی بهش گفته کربلا میری این بخچه رو ببر همراهت بده به فلانی، گفته بوده چشم، گرفته از مرکب اومده پایین، پیاده شده. میگفتن چرا پیاده شدی؟ گفت چون این کرایه بود، مرکب کرایه بود و من برای خودم کرایش کردم، نه برای این بخچه لباس. گفتن خب اگه اینطور هست خب چرا گرفتی؟ خب نمیگرفتی، سواره بری تا کربلا این همراه رو. گفت که چطور نمیگرفتم؟ برادر دینی منه، یک حاجتی پیش من بود، چرا رد بکنه؟ یه تقاضایی از من کرده، برای چی رد کنم؟ پیاده میشه. جای رفتی میخوام اینو بپرسم که ما هم میتونیم اینطوری باشیم الان تو این دور زمانه؟ میتونیم این مسیر رو بریم؟ واقعا میشه؟ شاید کسی صفوان نشه، کسی عبدالله ابن، افراد خوب، اصحاب خوب اهل بیت مثل نبی عفور، مثل مثال هایی که این شب ها بیان کردیم، ابن ابی عمیر، آدم عجیبی بود اونم در پرتو تعالیم امام باقر و امام صادق علیه السلام و اهل بیت به کجا رسیده بود که در زمان موسی بن جعفر علیه السلام او رو گرفتن زندان کردن. هارون الرشید بهش گفت که من شنیدم توی دفتری داری اسم شیعه ها توشه، اون دفتر رو به من بده آزادت میکنم. گفت هارون اگه تو دستم باشه
دستمو باز نمیکنم مگر اینکه دستمو ببری. من هم چه کاری نمیکنم، هم چه خیانتی نمیکنم. گفت من تو رو به حرف میارم. گفت بسم الله. بردنش زندان. بردنش زندان و دستور داد هارون الرشید که تو زندان شکنجهش کنن و چوبش میزدن. و چوبی هم که به اون میزدن چوب عجیبی بود و میخ داشت این چوب، به هر کی میزدن او رو مینداخت و هزار چوب به او زدن، هزار چوب به او زدن و شکنجه عجیبی کردن. بعد از چند سال یه آزادش کردن. وقتی آمد خانهش دید هیچی تو خانهش نیست، فرش خانهش هم خلق الله بردن بره. چون هارون الرشید گفت که اموالش مباهه، مردم هم اومدن لابد برای تبرک بردن دیگه، پناه بردن. بله، بعضی ها براشون فرقی نمی کنه. بله. فرش فرش، حالا حلال و حرام شو اینا فرق، کاسه کاسه است، کوزه کوزه است. خانهش رو خالی کرده بودن، مثل مسجد برده بودن. بعد که آمد خانه شب، به هر حال در خانهش رو زدن، دید یه جوان یه کیسه پول آورده. گفت چیه این؟ گفت که من خونه ای که خریدم از پول تو بود، چند سال قبل که تو بازار بودی و پول زیادی داشتی قبل از اینکه بری بله. زندان آمدم گفتم میخوام ازدواج کنم، پول ندارم. گفتم پول گرفتم. پول بگی برو برو خانه بگیر و ازدواج کن. و من با پول تو خانه گرفتم و ازدواج کردم. الان که خبردار شدم تو خانه ای تو آه تو بساطت نیست، قرضت رو بله من خونه رو فروختم، پول آوردم برات، پول مال توه. گفت درسته پول مال منه و من به یه درهمش امشب نیاز دارم، اون شب امشب ندارم، ولی به خدا قسم یه درهمشم بر نمیدارم. گفت چرا؟ گفت چون مولایم امام صادق، اون همون محبت است، ولایت است، مولایم امام صادق علیه السلام فرمود دادم بدهکار تو بدهکاری خونش رو نمیفروشه. یعنی لا تو با دار فده بده. چرا خونه تو فروختی؟ واقعا خود تو نیاز داری؟ گفت باش من نیاز دارم، تو نباید خونه تو میفروختی. گفت حالا که فروختم پولشو بگیر. گفت نه فردا برو و خونه رو پس بگیر، به طرف بگو اقاله کنه، بشه بگو جریان اینه و این پولو من میخواستم برای شخص. او نپذیرفت و ازش بخواه که اقاله کنه و من این پول رو از تو نمیگیرم. جای رفعتی خیلی ممنون و متشکرم. واقعا استفاده کردیم از امشب. نیت بکنیم که حقیقتا مثل این بزرگانی که این عزیزانی که این رهروان حقیقی اهل بیت عصمت و طهارتی که تمام جانشون رو فدای اهل بیت کردن و در تک تک مراحل زندگیشون دنبال رو اهل بیت بودن درس بگیریم و مثل همینها پیرو اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. شما فرمودید که شاید نشه به این مرحله رسید، ولی کن پله پله میشه نزدیک شد. مطمئنن پله اول اینه که من ببینم خدای نکرده چه گناهی چه اشتباهی در رفتار من وجود داره، اون رو از امشب کنار بگذارم و شروع بکنم هر شب یک گناه، هر شب یک اشتباه، تا اینکه نامه اعمالم از گناه صاف بشه و بعد شروع بکنم به اضافه کردن مستحبات. خیلی ممنون و متشکرم از شما، استفاده کردیم. انشالله شبهای آتی بیشتر از بیانات شیرین و در حقیقت عقل پسند و دل پسند شما استفاده میکنیم و خیلی ممنونم از شما. بینندگان عزیز ارجمند از شما هم سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. هر کجا که هستید موفق و پیروز و سربلند باشید. خدا یار و نگهدارتون. جا احسنتان زنده باشید. ای حسین جان از دل کشد زبون مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من مولای من حسین جان.